انا ميا شانيو عمان فام تيسونو راديو دستورو استوديو درونو توق ششتن خوشم نمه دوستای عزیز بسیار زود خوش آمدین. کسایی که جدیدن با بامداد پیوستن و امیل از بیننده هستن بیرون از مرزای افغانستان هستن، سلام خدمتشون تقدیم میکنم و در این بخش دو مهمان عزیز و دوست داشتنی را با خود داریم. بعضی از مهمان ها مثل گل هستن، بسیار سخت است که یک گل نشان بدی و بخوای تشریح کنی و به مردم بفهمانی که این گل است، این پر داره، این چی میگن برگ داره و اینطور چیزا. و این گل ما نشان بدیم نتیم؟ نشان میتیم حتما. بینی گل ما کی هست در استیدو با ما؟ سلام تقدیم میکنم اول به دو همکار نازنینم. سلام علیکم، بسیار زیاد تعریفایتان خوشم آمد. خوشحال میشم میمان وقتی که بیای از شریف شود. و یک سلام تقدیم میکنم برای تمام دوستای عزیزی که امی لحظه بیننده برنامه زیبا و وزین بامداد خوش هستین. صبح همتان بخیر، آرزو دارم جور و صحتمند باشین. بسیار زیاد خوش آمدین. و یک همکار دیگه ما رفته پشت جایزه، میبینیم که کی را در کجا گیر میکنه و برای جایزه میتن. وقتی که نام از جایزه گرفته میشه شما میفهمین که کی هست و دیگر. چطور؟ و نامشان را نگیریم نه تا که خودشان میمانیم تا که ما هم جایزه براتون تقدیم میکنیم. گل دوم ما را ببینین که کی هستن. و در ابتدا نخستین سوال را مجده جان میپرسم. شنیدیم که آقای کرزای در استودیو ستاره مهمان شما بودن، میشه در مورد او برنامه کمی توضیح بدین و ای که آیا آقای کرزای در آشپزی مهارت دارن یا نه؟ تو دفتر از آشپزیش پرسیدین به خاطر که همگی غذا را دوست داره و در صبح گشنه هم میباشن. بله، در رابطه با برنامه که با آقای کرزای داریم، البته برنامه تا هنوز نشر نشده. چی خوب است سعدیه جان، بله، بریم که بسته تصویری را ببینیم. ما هم امیره میخواستم بگویم که بسته تصویری را ببینیم از برنامه جدید آرمان افم، از آرمانی که به گفته خودشان رادیوی قلب هاست. از رادیوی قلب ها را با هم میبینیم که چی آمده ساختن. در اون اتاق شیشتن خوشم نمه. یک لحظه که به کارشم میگردم شیشتنم نمیتونم شیشتن و زیادتر آدم هستم که با کو گشتی و قلم زرن بسیار خوش می باشم. باران و برف و باد خوش می و زمستان های پر برف و سرد. از آشپزی چیز را یاد ندارم و متاسفانه هیچ وقت آشپزان را کار نکردیم، ولی در خانه ظرف از اینجا به اونجا برده می تانم و کار کردیم. روزگار تخ بدرزاده کلانم ده سال است، بدرزاده دو سالیم، یکم خورترکش دو سال است و شاکیک میگه میشه در اینجا میگفت که تلفونم بطی که من زنگ بزنم که جواد چرا نمیه، که جواد کجا رفته. در قبرستانی ها نزدیک ما بوده، میگم صبح که میشد کلش میخیست یک و دست خانه که میشد نگه پالدیم که کجا هست، میگه میرفتیم کلش در سر قبرستانی ها شیده در سر قبر پدر خود، میگه چرا پدر اینجا اومدی. شب عاشقان از شکستن دو چیز بترس، قلبی که صادقانه دوستت دارد و دلی که صادقانه به یادت است. جایزه تاکسی 1000 افغانی با کسایی که آرمانه در موترهای خود میشنوند. جایزه تاکسی از آرمان اف ام. جایزه تاکسی از آرمان اف ام. جوش با بطماش کابل. وا دکتر کابل ظالما. دوست عزیز میخواین امروز دریبال میکنیم؟ امروز یک نمبر زنگ میزنیم علا توکلی، هر کس که برابر شد دکتر کابل، خواستیم یک تکنیک هم بزنیم. زنگ کرد. بله سلام علیکم محمود جان، خوب هستین؟ خیر شما خوب است؟ بخیر قربانتان بخیر باشین. دکتر صاحب یک مادرکم است که گوشایشان مشکل دارم، میخواستم علی گوشی یا پا نیفم ماینه خانه و کار شما را کجا است؟ کدام دکتر کار داریم؟ من دکتر نیستم. البته ما دکتر صاحب از شما رو محبت دکتر میگیم، البته می آله گوش ما کار داشتیم. مثلا فکر کنم نمبر اشتباه کردیم، سلمانی دارم زادم. خب بسیار خوب. کیست؟ نام شما چیست؟ نامم سلیمان. آرمان فم 98.1. به به چی برنامه های زیبایی داره رادیو آرمان. و کسی که منتظرش بودین پشت جایزه تاکسی رفته بود، بین بارش آشنا میشیم. بسیار زود خوش آمدین. صبحتون بخیر. صبحتان بخیر. سلام بر شما. سلام به تمام بینده های تلویزیون تو. صبحتان بخیر. خب نمود آرمان را نخواسته بودن برنامه تان را میرقم بیرنگ بود و بسیار با پشت جایزه بودین از من جان فکر میکنم.
پیش جایزه خو نرفته بودم، راه کمک ازدهام بود، میفهمید که این تایم سر زد ازدهام بود. تاکسی مان هم گرد گرد پشت شما هر جای میگه. مرا خود تعقیب میکنه، هرچی میگه مرا تعقیب نکنین، بار میگه من شما رو تعقیب کنم. این دیگه بس. میریم به طرف برنامه های جدید آرمان اف ام. بله، همونطور که دوستا شنیدن ما از طرف آرمان اف ام دو نماینده آمدیم. تشکر میکنم از شما که به ما فرصت دادین. میخوایم زود زود گپ بزنم به خاطر که فرصت خیلی کم است. ما سر خبر زور هستیم. فکر نمی کنم. دوستان منتظر برنامه استدیوی ستاره ها باشن. استدیوی ستاره ها را زیادتر از شنونده ها آشنایی دارن. کسایی که نخبه هستن، کسایی که ستاره هستن، واقعا رازهای پنهانشان، چیزهایی را که تا هنوز برای هیچ کس نگفتن در این برنامه میگن و تمام شنونده ها از رازهایشان، از زندگیشان معلومات پیدا میکنن و بالاخره ما رسیدیم، البته تیم آرمان رسید پیش آقای کرزی خوشبختانه. اونا دعوت شدن در این برنامه و خوشبختانه که دعوت ما را پذیرفتن و چیزهایی را که تا هنوز هیچ نگفتن، یعنی دور از موضوعات سیاسی، در این برنامه تمامش را گفتن. دوستان منتظر باشن، خیلی جالب است، آنقدر جالب است که من خودم میخوایم که بار باری برنامه را بشنوام و بی صبرانه انتظار شدم. میگه باش بزیام خوب مهارت دارن؟ منتظر باشین، منتظر باشین. شنید دیگه همون قسمت چی شنید دیگه؟ چیزی گفتن، منتظرش باشین فقط. روز پنج شنبه ساعت 16:00 استدیوی ستاره ها با آقای کرزی رئیس جمهور پیشین که گذشت دوریش. بله، و ببینیم که چی رازا، چی گپارا تا حال نگفتن. بله، چیزهایی که واقعا جالب است. هشما جان شما از برنامه های جدیدتان بگوید. خب برنامه های جدید، خب عدی جان کیها را دریبل کنید تا حال اجمل جان؟ گفته که یادآوری کرد، خب برنامه هایی که بسیار جالب است، البته دریبل است که قسیم جان ابراهیمی همراهی دکتر کابل می باشد که یکی از همکارای بسیار خوب ماستن و اینا دیگه مردم آزار میتن همه گیره دیگه. بله. هر کس ده چی میگه دمو گفتی اگان تو در تورشان خورد. در تورشان خورد. و از شب عاشقان هدیه جان قصه میکنم. شب عاشقان یک برنامه است که دوستا زیادتر شنیده، مخصوصا جوانا. بله، آشنایی دارن به خاطر که زیادتر برنامه رد میگیره. البته نه تنها جوانا که حالا نگوین کسایی که بزرگ هستن عاشق نمیشن، چرا دل ندارن. کسایی که یعنی یک درد دارن، یک رنج را تیر کردن در زندگیشان، میفهمین در افغانستان این موضوعات خیلی زیاد است، موضوعات روزمرگی که متاسفانه جوانا را مصروف خود ساخته. این برنامه را زمانی که ما ساختیم هدف ما این بود که از زبان خود جوانا قصه کنن که با چی اشتباهات روبرو شدن و بالاخره او اشتباهات کوچکشان اونا را به کجا رسانده، سرنوشتشان و بالاخره او چقدر بزرگ شده و چقدر گمراه ساختشان. بله. و چقدر او اشتباهات باعث شده که از پیشرفت و از ترقی و از هدف و مقصدشان در زندگی عقب بانند. در او برنامه هیچ کس نظر نمیده به جوانا، فقط خود جوانا هستن که دردهای خود میگن و کسایی که میشنون اونا می آموزن، پند میگیرن از او که کدام راه ها را باید تعقیب کنن که به هدفشان برسن و چه راه هاییست که صد راهشان میشه و اونا را مانع میشه و نمیمانه با آرزوهایشان برسن. یک بخش تازه داریم در این برنامه به نام روزگار تلخ که دردناک است. خیلی دردناک است، خیلی دردناک است که از عشقهای کوچک روزمرگی پشت مکتب یا مثلا سر راه و بازار آغاز میشه، ولی متاسفانه جوانا، دخترای جوان، بچهای جوان در زندگی خود گمراه میشن و بالاخره به یک جایی میرسن که دیگه تمام راه ها بند میشه و مجبور هستن پشت میله های زندان روز خدا بگذرن. به نام روزگار تلخ هستی بخشش، دوستان منتظر باشین در هفته های خیلی آینده. بله، خیلی جالب است. کوتاه از اجمل جان میخوام پرسان بکنم. یک خاطره است، جویزی تاکسی از اجمل جان میشنویم. بله، میخواستم پرسان هم میره بکنم. خب، ما خوشیم واره زیاد گپ نمیزنم، کم گپ میزنم. خب، جویزی تاکسی، اما دوستان اطلاع بیشتر دارن که ما یک روز بعد، یعنی یک روز در میان جایزه تاکسی داریم. بله. از ساعت 12 تا ساعت 2 در برنامه نورمنجان که دوستایی که در موتورهایشان البته تاکسی درایور هستن و موتورهای تونس هم خوشبختانه جایزه میتیم به مبلغ 1000 افغانی. بله. که
در صورتی که رادیو را بشنوند. در صورتی که ما برایم ساعت 12 تا 2 دیگه میگردیم در شهر بازار هر کس که خوش شانس شد. ما شنونده آرمان اف ام 98.1 باشین. رادیوی دلها و بخش های خیلی جدید و زیبا هم بر شما آماده ساختن. همونطوری که گفتن روزگار تخت و همچنان منتظر استودیوی ستاره ها با رئیس جمهور اسبق افغانستان باشین. به حال وقفه داریم.